درود بر شما دوستان جان، اینجا چنل کریزی گروپ و همچنان اسم من یوکی و یاشا خان. خب اما ایجای جان یه سلام علیکم داری انجام بوده؟ بله سلام هستم خدمت روبرنیای خودم ایجای هستم. اصلا یوکی جان امروز خبری بس این خوشحال کننده است واقعا. هم انتبین چار ریمیک عرضه شده، هم استریت فایتر 6 روی تریلر بازی زیبا استریت فایتر 6 میخوایم یکشن بریم و این بازی رو تحلیل بررسی کنیم. این بازی در تاریخ 2023 در این سال برای کنسول‌های نسل هشتم و نهم پلی‌استیشن 4 رفاهی عرضه خواهد شد. تا دقیقش هنوز قطعی نشده و معلوم نیست، اما تریلرش اومده. اومده دیگه باز بریم. شما رو شکه می‌ریم. آره. و خوشحالم که بین نسل هشتم و نهم با هم عرضه شده. از چنل خود پلی‌استیشن قرار رو بریم. بله و تا الان ویدیو تقریبا 520 هزار تا بازی داشته. 520 هزار بازی داشته. تا الان. دیشب هم اومده. بله. اصلا ساعت 2 شب. چه خبری؟ خبری چه خبری؟ از این زیباتر لذت بخشه. فرمان 2000 تا بازش کامنت گذاشته. بله واقعا حضرت کلپام چه کرده؟ همه رو دیوونه کرد. 23000 تا هم لایک داشت. بله واقعا بقیه بعد از این شرکت یاد بگیرم برای شرکت. خب گایز تریلر قبل اینم رزیدنت ایویل 4 ریمیک تریلرش و تحلیل اونش و ریاکشن یافتیم اونم بریم ببینیم. اونم آره. تو ویدیو پیشنهادی هست حتما توضیح میکنم نگاه کنیم. سعی میکنیم که تو یه روز جفتش رو آپلود کنیم. بله امیدوارم که بشه. البته اگر خیلی خوب، مرسی که تا ویدیو ما اونم رو بودید. بله خداحافظی، ویدیو تموم شد. بله بریم بعد اون ویدیو. بله بریم بعد اون ویدیو. باید خوشحال با هم به اشتراک بذاریم. بریم بریم ادامه. واقعا پیجان جان چی باید بگی آدم؟ بشین و بذار احمد ببینیم چیکار احمد چک کرده کپکام. یاد بگیر ازش اوفم واقعا هر سال بازی بینه بیدیم ماله دو یک گو متروسیتی از شهرهایی که در نفوذ کلاسیک بازی هم بوده. حضرت کپکام، حضرت کپکام. که من با این خیلی خاطر داشتم، چون لی از مبارزان برجسته این بازی هستن و اصلا مشخصه چقدر مبارز خوب و جذاب و زیباست واقعا. Real.
خب گایز چیکار کنیم؟ قطع کنیم تا صحبت کنم و این وقت حیوان دارم برای یوتیوب عزیز. خب همچنان که از ویدیو ما چه خواستم، من مهمانم فقط جو عوض شده. آره من ادامه میدم بحث رو. کپکام ویدیو بازی های زیادی در سطح مبارزه ای داده. بریم به اینجایستیس اشاره کنیم، به بازی اینجانیس هم اشاره کنیم. اینجایستیس که اینجا مال بردن وارنره با بله. بعد البته نسخه ایرانیش هم هست اینجانیس که اونا برای خواهران وارنر دادن بیرون. یکی دیگه هم کمین استریت فایتره. از نظر من این بازی برای نهایت مثلا برای رده سنی در نظر بگیریم زیر 13 ساله، چون هیچ کدوم از این افراد، حالا اون اینجایسیز چون یکم قهرمان محورانه است، دنیا گیسی بود اونجا، آره یکم قهرمان محورانه است، میتونیم قبول کنیم که حالا مثلا هر کسی میزنن یا هر قدرت دارن یا هر فایتلیتی که میزنن مورد قبول هستش، ولی این بازی یا بازی تیکن چون میدونیم انسان های عادی هم که این نوع حرکات رو میزنن و اون هیجان مورتال کمبت رو هم بهتون القا نمی کنه. خب یعنی یک بازی که مثلا شما مثلا میگم با یک دختر بچه مثلا 7 ساله 6 ساله پیشینی یکم بازی کنیم، حالا با قول خودم چانلیا رو برداره مثلا یکم بازی میکنیم، ولی اینجور که مثلا بهتون اون حسه رو بده فکر نکنم داشته باشه. اگه بخش داستانیش هم یکم کار شده باشه روش، باز هم مثلا به اون بخش های داستانی که جاهای دیگر حتی تمام اینجایسیس هم هست نمیرسه، برای اینکه داستان پردازی اون قبلی ها خیلی گسترده بود و برای هر کدوم از اونا بازی داده شده بیرون، مثلا برای فلش سریال دادن بیرون، برای بتمن بازی دادن بیرون، همین جای بتمن سم که فیلم سینمایی شد بیرون، خیلی روی شخصیت ها پرداخته شده. الان مثال دارم زنم، کسی که گیمر باشه میتونم بگم که چانلی رو میشناسه. بله مثل من دقیقا. آره کسی که مثلا اون با قول گفتنی اون شاخه رو که شاخه منظورم بازی، شاخه بله. بازی رو فقط میشناسه، نمیگم که مثلا میگم که ریو کیه، چانلی کیه، کم کیه، اون تش میدونه که دادش یه ریدنی وجود داره، یه کتولخانی وجود داره مثلا همین. بله این نوع بازی ها به نظر من هیچ جوره حتی رقیب مورتال کمبت هم حساب نمیشن. نمیگه مورتال کمبت خوبه، اونا نقطه ضعفی داره، ولی این جور بازی ها رده سنه خودشون رو دارن. مثل اینه که بیایی بگی که مثلا میگم برنامه اموغنات بیاد مثلا اینجای مثلا دوره همی رو حتما نمیشه دیگه. اصلا برنامه دارمه شما مرتب کنبت در نظر بگی برنامه اموغنات رو نسیر فایتر دوره خواست داره، بزرگا هم یه نگاه میکنن و بله. خب ولی اینجوری نیستش که لذت ببرن. بله دقیقا. آره برای همین زیاد هم من بله. تغییر نکردیم چون 6 تا اومده بوده دیگه گردش، نه 5 تا گردش، 5 تا اومده بیرون و نسبت به قبل بله تغییرات نکردیم. البته نسخه فعلی هم داشته که ایجام مثل تیکن و استریت فایتر یا استریت فایتر کپکام نه منظور از لحاظ گرافیکی فقط عوض شدن، مثل اینه که گرافیک شخص بالا بود. آره مثل همین کاری که فیفا پیس میکنن چه فرق کرده؟ هیچ. تهش مثلا یکم کنترل بازی کن بهتر شد همین. ولی این که مثلا اتفاقی بوده که بگیم که داشت این نسخه جداست، بله ولی هیچ کدوم اینجوری نیست. بله واقعا البته این نمونه مورتال کمبت هم صدق میکنه، ولی حداقل اونجا اونقدر شخصیت پردازی قوی هست بله. شما میشینید 0 تا 100 9 ساعت اون بخش داستانی رو میری، پشمات میریزه و تا تش هم میری. ولی اینجا
مثلا یک ساعت دو ساعت بعد دیگه ضرباتش براتون عادی میشه. آره. بعد اون گیرایی داستان رو نداره چون با شخصیت ارتباط برقرار نمیکنه. بله. آره چون من میدونم که همیشه بخش منفی رو میگم، گفتم حالا شما هم هر چی دارین رو بکنید. کاری که میگم من یه تشکر ویژه میکنم از حضرت کپکام، واقعا اومد یک بازی رزنده بیچاری میکو عرضه کرد، یعنی این شده اومده برای عرضه، و دو استریت فایتر، دو تا بازی که خودم خیلی باش خاطر داشتم از این فرانچایز، و اصلا قدردانی ویژه باید ازشون بکنیم. بازی استریت فایتر بله نقاط همشون که جان گفتن یکی از نقاط مفتش برای من همین گرافیک شبه کارتون شکلی نطقه شی شما تریلر دیدیم، این خیلی خوبه، یعنی جوری که واقعا میتونه با این که حالا شاید از تنیش هم به بالای جسال برسه اما یه بچه ده سال هم میتونه بازی کنه لبله زد ببره، این ویژه مثبتشه. و کارکترهایی که اینجا اصلا خیلی واقعا کارکترها خوبی هست، مثل ریو، مثل چانلی، مثل کن، و همون چیزی که من تایید واقعا دیدم که اینه که همون ضربات و کمبایی که تو نسخه‌های پیشینش و نسخه‌های کلاسیکش بوده اینجا هم پیاده کرده، یعنی سعی کرده سبک آرکید و کلاسیک خودش هم این بازی حفظ کنه. این خیلی برام ارزشمند واقعا که من تا حالا ندیدم همچین بازی اینطوری باشه. و دو اینکه لوکیشن مبارزاتش خیلی متنوعه که اینجا ما واقعا دیدیم تفاوت مثلا کمک جدیده، مثلا میگم نسخه اولیش فهمیدم که اون ضرباتش همون هستش. نه دیگه تفاوت تو داستان شخصیت هاست و شخصیتی که دوباره میام تو داستان. نه از لحاظ کلیت داستان که فهمیدم نوع مبارزش همون آرکید میشه، نوع مبارزش فرق نکرده، حالا مثلا دوربین میتونه بشه خیلی هر حرکت دیگه و ولی خب نقطه ضعفی که استریت فایتر های پیشین چه کلاسیکش و چه همش داشتن ضعف داستان بود برای من اینکه جایی، یعنی استریت فایتر که برای سگا عرضه شده بود و کنسول کلاسیک که منو کانده، استریت فایتر که برای نسل های هفتم هم عرضه شد و ششم هم واقعا داستان به شدت ضعیف بود، به شدت مشکل داشت، این تایم زمانی جابجا شد. مثلا استریت فایتر مثلا دو اگه داستانش از مثلا دامشون میشد باز سه میرفت حال قبل سرش اینطوری بود، ولی خب نسخه فری استریت فایتر مثل سوپر استریت فایتر 4 یا استریت فایتر مثل سیکن، این بازی برای من خیلی بازی خوبی بودن که برای نسل هفتم عرضه شدن و با خاصیت و بکواردی که هستش میتونید توی نسل نهم کنسولهای ایکس باکس و شما هم بازی کنید. خب ببین ولی خب این نقاط ضعفش هم که از بیرون شما گفتین دیگه، یک گرافیک کارتونی معمارش که برای من هنوز اینو حفظ کرده توی این نسخه که بهش دیگه میتونید بازی کنه، و دو همی که داستان ضعیفه واقعا گفتم که دو نسخه ششم ما شاید داستان ضعیف نباشیم. من یه چیزی رو از همین الان از همینجا به کپکام بگم. بله به حضرت کپکام بفهم که اولا اینه که داد گیرون برای اینکه حالا طرف دارات مخواستن، ولی نظر من بخواد بازی هایی رو روش تمرکز بذاره که میدونه که میتونه رقابت کنه. مثل دد رایزینگ الان، مثلا دد رایزینگ یا مثلا رزیدنت اویل اینا رو که میده بیرون، یادی و حتی دیبیل میکرای دبل میکرار، آره اینا رو که میده بیرون میدونه خیلی باحال، میدونه که داداشم من کمتر کسی میتونه باشه قابل، بله کمتر کسی میتونه باشه رقابت بکنه، مثلا شما اوسلس رو داری که میتونه باشه رقابت بکنه، ولی بازم میدونی که داداش بهترین رقیبی هستش که براش وجود داره. خب گایز من حرفی ندارم، ای جی حرف کهانی هست بدان دیگه. مرسی که از کار ما رو میتونم بعد دیگه ما رو بلوستون به اشتراک میذاریم، مثل همیشه میگم اسکیاتون نه لایک سابسکرایب کامنت و ویدیو هم لطفا بلوستون به اشتراک بذاریم، و برای اینکه صحباتون نیده اونه که داخل ایران هستم لطفا کامنت فینگیش بر ما بذارن، به همه کامنتاتون هم جواب داده میشه، راحت باشین هر چی میخواین بگین ما جواب میدیم، و خلاصه اینکه برای تکلیف شما از دلم آرزوی شادی و سلامت و موفقیت دارم و خدا نگهدار. اسامی آخر ویدیو ببینید، در حین ویدیو هم علامت تعجب میاد فرست پخش براتون میاد، تو دستانی آخر هم ویدیو های پیشنهادی هستش، توی دیسکریپشن یا قسمت توضیحات هم لینک های فضای مجازی رو گذاشته میشه، بریم اونجا ما رو دنبال کنید، اخبارمون لینک های ویدیو های یوتیوب رو که گذاشته میشه، و ویدیو های ما رو شیر کنید، زنگوله رو بزنید، زنگوله نوتیفیکیشن که هر موقع ویدیو جدیدی گذاشتیم براتون چیزش ارسال بشه که بدونید که ما ویدیو گذاشتیم. مرسی که تا اینجا همراه بودین، اول از اینکه سلامت باشین، دوباره از اینکه روز خوبی داشته باشین، سوم از اینکه دوست دارم خیلی زیاد، و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.